سلام دوستان، اولا تشکر از همتون که اومدین و تشکر از دوستانم انجمن سخن و سینما که ما رو دعوت کردن. این رمان اسمش هست گلهای قرقل، همونطور که سارا گفت هنوز منتشر نشده. دو تا شخصیت داره که هر دو زن شرقی هستن و هر دو در غرب زندگی میکنن. به اصطلاح تمام رمانم روایت های این دو تاست راجع به یک نفر، که اون یک نفر برادر یکی و یک زمانی دوست پسر اون دیگری، مدت طولانی دوست پسر نفر دوم و مدت کوتاهی هم همسرش بوده. الان من دو تا روایت، چند صفحه از دو تا روایت رو براتون میخونم. یکی روایت اولی، روایت ترمس که همسر اون به اصطلاح هرمز بوده، و روایت دوم روایت نارسیس از برادرش. گناه شیطان مخلوق ذهن پدر، هیچ چیز جز آفرینش 48 سیب بهشتی، 48 قالیچه نقش محراب، باغ بهشت برای مادر به سفارش پدر نبود. پدر میگوید اگر این باغ خانی می بودند، کور راهی که مادر را به ما میرساند مسدود نمیشد. من میگویم اگر نه بیراهی تنگ که شاهراهی به فراخی سخاوتمندی و بزرگمنشی او هم گذرگاه بین ما و مادر می بود، باز هم سردرگمی محتوم ترین احتمال بود. پدر به سهم خود در سقوط مادر، به نقشش در حدوث عشق من و هرمز واقف است. غلیان روحش گواه احساس گناهی است که بر شانه هایش سنگینی می کند. هم او بود که اولین قالیچه از قالیچه های آویزان بر دیوارهای تالار محراب را به منزل آورد. او بود که اولین تونل فرار مادر به گذشته اش را نقب زد. او بود که ندید چطور مادر در بهشت قالیچه ها غرق می شود، چطور با اضافه شدن هر قالیه تازه به مجموعش غایب و غایب تر می شود. حتی وقتی قالیه 47 هم آمد، همان زمانی که مادر پستانهایش را جلوی چشم همه ما از یقه بیرون میکشید و میخواست مثل نوزاد بر آنها مک بزنیم، همان وقت که مادر لبی پرتگاه جنون تلو تلو میخورد، باز هم پدر کور و کر ساعتها و روزها به تماشای قالی تازهش نشست. اینکه چطور این تاجر کهنه‌کار سرسپرده سرنوشت 24 سال تمام زجر عشق را در نگاه مادر با اشتیاق زیباشناسی اشتباه گرفت، حیله نقاش سرنوشت بود. مصداق بیچون و چرای خیانت، مکر خالق به مخلوق، پدر به فرزند. اینکه چطور پدر پیش از آن خطر را ندید، احساس نکرد که اصرار اشتیاق مادر برای دیدن عبدالحمید و قالی‌ها نه از جنس شیفتگی هنرمندانه که حاصل بیقراری جان است، از جنس همان رازهای زندگی است که بر همگان حتی بر خود پدر پنهان مانده است. رازهایی که گرهشان به دست خالق زده می شود، بر انگشتان با انگشتان دست چپ ناتوان او رقم می خورند. کاش ما این بازی به همین جا ختم می شد. زوال عقل پدر بر من مسجل است. ناسزا می گوید، تهدید می کند، بر در و دیوار تالار محراب مشت می کوبد، ما را با اسامی حیوانات صدا می زند، انگشت اشاره را تهدید کنان در هوا تکان می دهد که مادر عبدالحمید را عزادار او خواهد کرد، خانوادهش را از هم خواهد پاشاند. چشمهایش را می درند و به چشمهای من می دوزد. قطرات توفش در هوا پخش می شوند. قسم می خورد که همه ما را به روز سیاه خواهد نشاند، هم آن چپ دست را، هم پسر بیشرفش را، هم تو را. من را آفتاب پرست صدا می زند، خزنده ستایشگر خورشید. از عبدالحمید به موریانه یاد می کند، حشری خانه خراب کن که از درون می پوساند، و هرمز را اختاپوس می خواند، فاتح اقیانوس دل من. پدر می خواهد نقش خود را در رقم خوردن راه زندگی ما فراموش کند، از یاد ببرد که راز زن رواخها من و هرمز را به هم رساند، زنی باریک و بالا بلند که مشخصش ناخون بلند انگشت سبابی دست راز و موج موهایی است که تا کمر می رسند، زنی مینیاتوری در بهشت که در قالی های عبدالحمید 47 بار تکرار می شوند.
طرح‌های باغ بهشت استاد عبدالحمید خاص خود اوست. آمیزه‌ای هستند از مینیاتور هندی و نقش محراب ایرانی. در اولین قالی او زنی مینیاتوری با موهای پیچ در پیچ غرق در انبوهی از گل و گیاه و پرنده ترسیم شده است. نشسته زیر رواق بهشت و رباب می‌نوازد. روی شانه چپش یا کری نیست، با چشم‌های بسته تو گویی به خواب رفته باشد. گوشه دیگر روی چمن یا کریم دیگری با منقار باز نشسته است و انگار با نوای ساز زن آواز می‌خواند. می‌گویند پس از اینکه مادر این قالی را دیده تا روزها در تب می‌سوخته است. می‌گویند برای همین آتشین مزاجم، در جنینی خون تبدار آتشین سر کشیدم. پدر که دست و پایش را گم کرده بوده دستور می‌دهد قالیچه را به حجره‌اش منتقل کنند. مادر که حالش بهتر می‌شود و رخت خواب را ترک می‌کند، از پدر خواسته است قالی را به منزل برگرداند و خود سفارش قالی دیگری به عبدالحمید می‌دهد. از آن روز عبدالحمید هر 6 ماه یک بار نقش تازه‌ای از زن رواق‌ها، نقشی نو از باغ بهشت به منزل ما آورده و با سفارش قالی دیگری از خانه رفته است. پای رازی را پدر به خانه ما باز کرد، رازی که سیلش همه ما را با خود برد و آن دو را زودتر از همه. پدر تنها وقتی به خود آمد که کار از کار گذشته بود. من به هرمز دل باخته بودم و سقوط قطعی مادر رقم خورده بود. فروریزی خانه عشق بابا، خانه ای که 24 سال از درون پوک شده بود، به تلنگری بند بود. غیبت زن مینیاتوری در 48 در آخرین قالی همان تلنگر بود تا مادر به سقوط قطعی لبیک بگوید، تا زندگی بابا و ماما به یک بار جان دهد، ما زیر ویرانه ها دفن شویم، من بیکس شوم. تنها پناهگاه باقی مانده عشق اوست، آغوش خورشیدی که میپرستمش، ستاره‌ای که لرزه‌های مضطرب زمهریر تنم در گرمای آغوشش آرام میگیرد، زندگی را از نو میسراید. در خیالی لذتزای تیزی دندانهایش بر نوک پستانهایم تپش قلبم را سنگین می کند. تصور فشار کف دستش میان پاهایم، حس فرو رفتن انگشتش در تنم، سرم را از فرط تمنا به دوار می اندازد. خود اجزایی چند باره هر روزه، تنها روزانه باقی مانده، تنها آرام بخش زندگی من است. تسکین میابم و کرخ به آینده دل می بندم. آرامشی کوتاه، ناپایدار، فرصت خیال پردازی نیست. با گام اول بر ابرهای خیال پایم در باطلاق زندگی بابا و مامان فرو می رود. سقوط می کنم، با سر بر زمین فرود می آیم و منقلب از صدای گریه های پدر به یاد می آورم کجا هستم. خرد و خمیده پشت در اتاقش می خزم. حس ترحم گلویم را گره می زند. با چشمان خیس در می زنم. همیشه از داخل قفل است. صدایش لحظاتی قطع می شود. از سوراخ کلید نگاه می کنم. می نشیند روی یکی از مخده‌های چیده شده در کنار حوضچه گوشی اتاقش، پشت به نور، پشت به پنجره. هر بار کتاب و یا شاید دفترچه‌ای با جلد سخت قرمز در دست دارد و آب‌های پخش شده روی صورتش را بی‌وقفه با آستین پاک می کند. دیدن ویرانه برجامانده از پدر، احساس گناهی همراه با حسرت در من بیدار می کند. حسرت از دست رفتن مردی که پدر بود، که تکیه گاه بود و حالا ابری سیاه اندوهگین است، در آمیخته با گناه همدستی با فرزند عدویش. تنها آشفتم نمی کند، شرم هم از خود بیزارم کرده است. پدر گاه آرام است و اغلب از سر صبح عصاب عبابردوش از راه پله مارپیچ داخل منزل بالا و پایین می رود. از راه روها می گذرد. حیات چند صد متری را چندین بار با قدم‌های بلند و شتاب زده طی می کند و در برگشت بی توجه به اطرافش ناسزاگویان بر تک تک موزاییک های زیر پایش تف می اندازد. حجره را 2 سال است رها کرده. مباشرش یعقوب هر 2 هفته یک بار به او سر می زند، گزارش می دهد، امضا می گیرد، پول می آورد و می برد. پدر علاقی به شنیدن شرح قراردادها و معاملات ندارد. یعقوب چند بار نشانی تورج را خواسته است. به ما دخترها اعتماد ندارد. به او گفتم تورج در سرزمین 72 ملت در آرزوی ادغام در شیوا صبح تا شب و شب، شب تا صبح در زمین قوطه‌ور است. گفت
هر کسی را بهر کاری ساختند. خودش به کارهای بابا میرسد. مادر اگر بود شاید میتوانستیم با کمکش پدر را نجات دهیم. مادر اما 2 سال است که هست اما نیست. این روایت ترمه بود، دوست دختر طولانی مدت و یه مدتی زن هرمز، الان روایت در واقع خواهرشه. دو تکه شدن در جنگ بین دو طرفی که نیمه راست، یکی نیمه راست و آن دیگری نیمه چپ توست. یکی از دندهت فر آمده و آن دیگری از رگ گردن به تو نزدیکتر است، امریز قطعی. دو تکه شدم در جنگی که جنگ من نبود، در نزاعی که بی‌پناهی دلیل ازلی و ناکامی سرانجام ابدی آن است. سرنوشت هرمز هر سه ما را سردرگم کرده بود، راوی وحشت را بیش از ما. غم سقوط هرمز، عجز ناشی از درک ناتوانی از تغییر موازنه قدرت بین سنبه پرزون هروئین و اراده برادر، آتش اندوهی که در آن می سوخت تبدیل به آتش خشم و انتقام شدند. در آن شبی که با سرگردانی آغاز به مالی خولیا عجین شد و با جنایت خاتمه یافت، در شبی که تصفیه حساب دیرین بین دو عالم روح و تن رخ داد، آن شب راوی روایت‌های وحشت تن را بارها همچون آدمک‌های آزمون تصادف لط و پار کرد، همچون عروسک‌هایی که در حین نمایش استقامت پوشالیشان میان آهن پاره‌های ماشین‌ها له و لورده می‌شوند. پیش از آن نقش آفرینی در روایت‌هایش وظیفه من بود، تن در حاشیه بود، ناخودآگاه هم خود را در ساحتی ورای ماده برتر و اعلاتر از تن می دید. با هم غریبه بودند، یکدیگر را نادیده می گرفتند. راوی اما خود را در جایگاه حکیمی دانا می دید و تن خود را در مقام یک حوری زمینی می یافت. راوی وحشت آن شب چنان دچار نسیان نشأت گرفته از خشم بود که از خاطر برد. تن هم درد را می شناسد، از رعشه مرگ می ترسد. یادش رفت که تن یکی از ماست، که او هم مثل ما و به اجبار به این کار بود تن داده است. آن شب او تن را در خواب 3 بار بیرحمانه مسله کرد و فردای آن شب تن به تلافی او را لال و مرا دوشقه کرد. صلات یک ظهر تابستانی جایی در شمال صحرای سینا در گریز بودم. دشتاشه سفید بلند و فراخ از کتان بر تن داشتم. لبهایم از تشنگی چروکیده قاچ خورده بودند. پوست صورت و گردنم را ظل آفتاب به خشکی و شکنندگی پوسته کبیر کرده بود. پاهای برهنم سوخته تاول زده بودند و من بی توجه به درد پاها پریشان و هراسان بی هدف می دویدم. هر از چنگاه نگران سر بر می گرداندم. جمعیتی ژنده پوش، دریایی از آدم پشت سرم جاری بود. مردان و زنانی با هیئت‌های تکیده، صورت‌های استخوانی و چشم‌های گود افتاده. لب‌هایشان مثل لب‌های خود من خشک و ترک خورده بود. فک‌هایشان جلو آمده بود و سپیدی مات دندان‌های درشتشان استخوان مرده را در ذهن من تداعی می‌کرد. هر بار که سر برگرداندم، فاصله‌شان از من کم و کمتر شده بود. هر بار تلاش کردم نیروهایم را در پاها بریزم و مثل باد بدوم. قدمی اما رو به جلو نمی توانستم بردارم. ایستاده می دویدم، در جا گام بر می داشتم. زمین در خلاف جهت حرکت من حرکت می کرد و من قدمی به جلو بر نمی داشتم. اسکلت ها نزدیک و نزدیک تر می شدن. حرم نفسشان را که در پس گردنم حس کردم و صدای به هم خوردن استخوان‌هاشان را شنیدم، دیگر کمترین جرأتی برای نگاه انداختن به پشت سر باقی نمانده بود. با آخر خط رسیده بودم. ترس نفس را در سینم حبس کرده بود. به یقی دشداشم از پشت چنگ انداختند. مثل تناب دار دور گردنم افتاده بود. دست بردم تا پارش کنم، نفس بر نمی آمد. پارچه کتان پاره نمی شد. حتی فریاد ترس هم در گلویم حبس شده بود. دهانم باز بود اما نسیم دم و بازدن در آن نمی وزید. بی صدا شده بودم. رها شدن یقه همانا و له شدن همان. جماعت مرا در نوردید.
و همانطور که از رویم رد می شد من چرق چرق خرد شدن استخوان‌ها را زیر پاهایشان می شنیدم. با این حال دردله شدن گوشت تن از خرد شدن استخوان‌ها بس فجیع‌تر است. وقتی آن جماعت را از روی تن گذشت به او نگاه کردم و از درماندگیش گریه هم گرفت. تنها لکی چرب و سرخی از او بر جای مانده بود که حتی تداعیگر هیئت انسان هم نبود، نابود شده بود. به لکی چرب نگاه کردم و اشکهایم سرازیر شدن. پلک زدم و به ناگاه خیسی و برودت مژه‌ها از جهنم کابوس به برزخ بیداری پرتابم کرد. چشمهای خیس بیدارم را خوش کردم، به تنم دست کشیدم، سالم بود. آسوده آه کشیدم و با این حال دشوره داشتم. روایت آن شب مثل همیشه نبود، از جنسی دیگر بود. هدف خواب من نبودم، این را می دانستم. اما اینکه چه شده است، چه اتفاقی قرار بود بیفتد بر من پوشیده بود. به خودم گفتم به دلت بد راه نده و به خودم فکر کردم به هرمز. باید حماسه هرمز را می نوشتم، هرمز شهید را. باید او را از نو می آفریدم برای تسکین خودم، تا کمتر غصه بخورم، تا کمتر به هرمز سرکوف بزنم که لعنتی ارادت کجا گم و گور شد. به فراغ بال به نزدیکی با خودم به تمرکز نیاز داشتم. به خلوت با هرمز تنها ما دو نفر، من و برادرم. اما حضور آنها آن دو پررنگتر از همیشه بود. لرزه های زلزله درون شکست هرمز همه ما را بیدار بیش فعال کرده بود. تنه داستان در مخیلم ریشه دوانده بود، اما از دست رفتن فرصت زایش هراس داشتم. تصاویر جان گرفته در ذهنم چنان زنده و مفصل بودن که گمان می کردم تنها کافی است به اولین کلماتشان زندگی ببخشم، ثبتشان کنم و به یک نفس تا آخر بنویسمشان. پیش از آن اما باید تن و راوی وحشت را آرام می کردم. محتاج مدارا بودیم، آرامش همه مان. باید خودم را می خواباندم. به دیدار آن دو در رویا، به خلسه، به خواب می رفتم. زیباترین خلسه غرق شدن در خیال جهان بیاغاز و انجام است. غوطه زدن در دنیای بی انتها، جایی نامحدود، دستیابی به تصوری ناممکن، فرو رفتن در لایتناهی، جا دادن دنیا در ذهن، سفر در کهکشانها، سقوط در سیاهچاله های مکنده، ملاقات ستاره ها و سیاره های بیشمار در بی‌نهایت، جایی که مؤلفه های شناخت، مکان و زمان بی اعتبارند. دراز کشیده، عضلات رها، بیکشش و انقباض، دست ها را کنار تن قرار دادم و به کاوش کیهان رفتم. مسلط بردم و بازدم در تاریکی مطلق، در جو معلق و بیوزن، رها و آرام، جایی در نزدیکی مرزهای کهکشان راه شیری در خواب فرو غلطیدم. نشسته در یک هواپیما، حیران از میزان درماندگیم در تغییر سرنوشت، دوچار جاذبه زمین با سرعت یک شهاب سنگین فلزی بر روی زمین سقوط می کردم. آتشی در کار نبود، اما همه ما مسافران می سوختیم. سرعت سایش و عبور هوا بر سطح تن پوستمان را چنان سابانده و سوزانده بود که نه قطره ای آب و نه حتی یک دم هوا در تنهامان باقی مانده بود. به انگشت ها، دست ها، پاها و شکم نگاه می کردم و مبهوت شاهد مومیایی شدن تکه به تکه تنم بودم. سرعت موم شدن بدن هامان همانقدر سرسام‌آور بود که افتادن هواپیما بر سطح زمین. با این حال راه را پایانی نبود، لحظه سقوط نمی آمد. بافت های خشک شده من هر لحظه شکننده تر و آسیب پذیرتر می شدند. دیگر آخرین تصادم، پایان این رنج، انفجار ماشین پرواز، لحظه پود شدن هنگام برخورد با زمین موهبتی بود که نصیب ما نمی شد. کره چشم هایم آب می شدند و قطره قطره بر گونه هایم جاری. تنم مشتعل بود، صورتم می سوخت و چشم هایم قلقل می کردند.
پلک‌هایم سوزان بر هم افتادند، به هم چسبیدند و من به تعجیل تراش کردم از هم جدایشان کنم، مبادا فرصتی برای نجات دست دهد و من با چشم بسته نبینمش. صورتم ذوب می‌شد و پلک‌هایم هم. اراده عبور از تونل وحشت، گذشتن از عالم کابوس، چشم‌هایم را ناگهان باز کرد و من به یک بار از خواب پریدم، از رخت خواب جستم. راوی وحشت رنجور است و اندوهی که وجودش را شرح شرح می کند بر من هم رحم نکرده است. هنوز هم هر شب با من حرف می زند تا سپیده سحر. هم درد می جوید، سنگ صبوری که مهنت گریز نباشد. در نگرانی ها، دلهره ها و ترس های او غرق می شدم. در جاده های بی آغاز انجام درونش گم می شدم. بازیگر روایت هایش می شدم. با او همزاد پنداری می کنم مگر از بار تنهایی نامیدیش کم شود. اغلب در پیچ و خم سردابه های تو در تو رهایم کرده است. در زیر زمین های متروک و نمور بیراه خروج به دنبال او می گردم مگر دریابمش. آن شب اما آبهای تنم می جوشیدند. در آتشی مهم می سوختم. بیقرار بودم، بیدار شده بودم، اما از نگاه به تن واهمه داشتم. در توهم دست و پا می زدم. از مواجهه با تنی جزغال وحشت داشتم. کابوس با من به دنیای بیداری راه پیدا کرده بود. در بیداری ادامه یافته بود. همه چیز تار بود. زبانم از تشنگی به سقف دهان چسبیده بود. خواستم کمر راست کنم تا جرعه آب بنوشم که بین راه از حال رفتم. پس از یک خودکشی موفق زنده در گورم حبس شده بودم. پدر بر مزارم نشسته بود و گریه می کرد. من شاد بودم، بر مرگ غلبه کرده بودم. پدرم ما نمی دانست. می خواستم به او بفهمانم که زندم، دلداریش دهم، به او بگویم گریه نکند، من هستم، تنها زنده به گور شده ام. می خواستم زنده به گورانه بانگ رسای حیات سرده هم، بانگی آمیخته با آوای زندگی طبیعت، برکشیده در کوه و دشت، جایی که خرگوش، آهو و عقاب بی ترس از بچه صیاد سعادتمند پیر می شوند. می خواستم خنده کنم بگویم هرچند داده از چالم کنند، اما بداند که خودکشها در قبر زنده خواهند شد. بداند ما تا روزی که عمرمان در زندگی باقی بوده است، زنده در گور محبوس خواهیم ماند. زنده به گور و حبس شدن در تابوت برایم امری جانبی بود. مهم زندگی بود که هنوز تنم را گرم می کرد. راضی بودم، مثل زندانی محکوم به اعدامی که حکمش به حبس ابد تقلیل پیدا می کند و با این حال راضی است. این واقعیت که وضعیتم در زندان گور حتی از یک محکوم اعدامی هم بدتر بود، شادی ناشی از زدودن غم پدر را تحت شعاع قرار نمی داد. شادی که میسر نمی شد. پدر همچنان گریه می کرد. در آن قبر تنگ تکان خوردن محال بود. تاریکی امکان جهتیابی را از من گرفته بود. به کدامین سو باید بان می زدم نمی دانستم. حتی نمی توانستم کفن را از روی دهانم پس بزنم. فلج شده بودم. گریه های پدر قطع نمی شد. گوگریه هایی به اردو، شعرهای جگرسوز، اردو نمی دانم. اما آها و عشقایی که پدر بر جوان مردیم، البته تمامش شد، ولی این نشانه بی نظمی منه، یه صفحه کم چاپ کردم، ببخشید. واه.